درود به شما همراهان عزیز. یکی از وقایع مهم سال 1400 سرکوب خونین اعتراضات مردم خوزستان به بحران کم‌آبی بود. پنجشنبه 24 تیر ماه شهروندان توی چندین شهر این استان در اعتراض به قطع مکرر آب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی دست به اعتراض زدن. از همون ساعت اولیه اعتراضات به شدت سرکوب شد و جمهوری اسلامی با شلیک گلوله حق‌خواهی مردم رو پاسخ داد. از نکات مهم اعتراضات خوزستان حضور چشمگیر کودکان در این اعتراضات بود، یعنی جمهوری اسلامی از جمله برای مقابله با همین کودکان ادوات نظامی و گارد ضد شورش به منطقه فرستاد. رسانه‌های حکومتی هم که خب طبق معمول اعتراضات مردمی رو پوشش ندادن و این فضای مجازی بود که صدای معترضان رو به گوش دنیا رسوند. استاندار خوزستان هم همه فیلم ها رو کلن جعلی دونست. در این حال اذعان کرد که بیش از 700 روستا دسترسی به آب آشامیدنی ندارن و بیش از 1000 روستای دیگه هم با بحران بی آبی مواجهن. با ادامه اعتراضات در روزهای بعدی جمهوری اسلامی اینترنت خوزستان رو کلن قطع کرد تا دور از چشم جهان سناریوی سرکوب شهروندان رو پیش ببره. اونم شهروندانی که فقط میگفتن ما تشنه ایم. دست کم 8 نفر در استان خوزستان و 1 نفر هم در استان لرستان جون عزیزشون رو از دست دادن. اما سریع ترین واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن هموطنامون گرفتن اعترافات اجباری از خانواده های داغدارشون بود. یکی از کشته شدگان قاسم خزیری 18 ساله و از اهالی منطقه کانتکس اهواز بود. قاسم 26 تیر ماه 1400 و 1 روز بعد از اصابت گلوله ماموران سرکوبگر بر اثر شدت جراحات جون عزیزش را از دست داد. به گفته این نزدیکانش قاسم تنها سرپرست خانواده و کارگر باتری فروشی بود. درست 1 روز بعد از کشته شدن قاسم، شخصی که عموی اون معرفی شد در ویدیویی که از طرف خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد، قاسم رو بسیجی و اهل نماز و روزه معرفی کردند. خب، بیاید یه لحظه ماجرا رو با هم یه مروری کنیم. ایران بر اثر سوء مدیریت و فساد و ناکارآمدی حکومت دچار بی‌آبی شده. شهروندان اعتراض کردند که ما تشنه ایم. حکومت اونا رو به گلوله میبنده و بعدم میره از خانواده های داغدارشون اعتراف میگیره که بگن اصلا ماجرا اینجوری نبوده. واقعیت اما سر جای خودش هست. هرچند جمهوری اسلامی با زور اسلحه اعتراضات رو خاموش کرده، اما مردم تشنه خوزستان همچنان درگیر بحرانی هستن که حکومت اون رو به وجود آورده. حالا که سال جدید رسیده، شهروندان معترض، کشته شدگان به دست حکومت و خانواده های اونها رو باید بیش از پیش به یاد داشته باشیم و همراه و همصداشون باشیم. باید کنارشون باشیم. به امید آزادی.